موضوع رسمی کرملین در سال 1991 پس از فروپاشی اتحاد شوروی و خروج اوکراین از اون این بود ما دوره‌ای که آمریکا و روسیه از پشت اسلحه به یکدیگر نگاه می‌کردند را پشت سر گذاشتیم لحن مسکو سال 2007 پس از انقلاب 2003 و 2004 در گرجستان و اوکراین به این تغییر کرد آمریکا به اشکال مختلف از مرزهای ملیش فراتر رفته است گفتار دولت پوتین در سال 2018 به دنبال اشغال گرجستان، ایجاد اتحادیه گمرکی اوراسیا، انقلاب 2014 اوکراین، اشغال کریمه، مداخله نظامی در سوریه و مداخله در انتخابات آمریکا این شد. همه چیز دوباره سر جای خود قرار می گیرد. جهان اگر پیشتر چنین نشده باشد، در حال چند قطبی شدن است. این نمودار بخشی از پژوهش مفصلی به عنوان چطور با روسیه به اینجا رسیدیم نوشته ناتالیا بوگویاوا پژوهشگر امور روسیه در مؤسسه مطالعات جنگ، نخستین مدیر اجرایی زن نشریه کیف پست طی سالهای 2014 تا 2015 است. خانواده مادری ناتالیا در شرق اوکراین زندگی می‌کنند و از روس‌زبان‌های اوکراین هستند. او چند روز پیش مادر و مادر بزرگش رو به آلمان منتقل کرد ولی پدرش حاضر به ترک اوکراین نشد. خانم ناتالیا بوگایووا خیلی ممنون برای وقتی که برای مصاحبه گذاشتید اوکراین و روسیه چطور به این نقطه رسیدن و پوتین به نظر شما چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ Objective for Vladimir Putin. به دست آوردن کنترل دوباره اوکراین هدف راهبردی دیرین ولادیمیر پوتین بوده است. او این کار را طی سالها به روش‌های مختلف مانند به قدرت رساندن دولت‌های دست نشانده در کیف، مداخله نظامی در سال 2014 و در سالهای اخیر با تحت فشار گذاشتن غرب و کیف برای انصراف داوطلبانه اوکراین از استقلال و حاکمیتش انجام داده است. هیچ کدام از این اقدامات موثر نبوده است از این رو او به مداخله کامل نظامی متوصل شده است این مداخله هیچ ربطی به حفاظت از روس اوکراینی ندارد در واقع آنها در شرق و جنوب اوکراین بیش از همه از جنگ آسیب دیده و رنج میبرند برای پوتین مسئله قومیت و زبان مطرح نیست بلکه شیوه زندگی مردم اهمیت دارد ادعای تقابل شرق اوکراین و غرب اوکراین یکی از موفقیت آمیزترین کارزارهای تبلیغاتی مسکو در سراسر جهان بوده است در حالی که این موضوع مسئله محوری مناقشه کنونی نیست